روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه 23 دی ماه در اطلاعیه ای از آزادی تفنگداران بازداشت شده آمریکایی توسط ایران در آبهای بین المللی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این اطلاعیه آمده است که آزاد کردن ملوانان آمریکایی با اشاره به قطعیت غیر بودن ورود غیرقانونی و غیرمجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آبهای سرزمین ایران در خلیج فارس صورت گرفته است. ساعتی پیش از آزادی این ملوانان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز از حل و فصل قریب الوقوع ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی خبر داده و گفته بود که تعامل خوبی بین های نظامی و دیپلماسی بر سر ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی برقرار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به گفته ی وی ورود دو شناور رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران به علت خرابی سیستم‌های ناومری آنها بوده است. آقای فدوی در نهایت تاکید کرده بود که زمان زیادی طول نمی کشد تا دستور لازم را برای اقدام نهایی دریافت کنیم و احتمالا آنها آزاد می شوند. پنتاگون روز سهشنبه اعلام کرد که دو قایق گشتزنی آمریکایی بین مسیر کویت و بحرین دچار مشکل فنی شده و پس از ورود به آبهای ایران توقیف شدند. متعاقب آن اما سخنگوی کاخ سفید عنوان کرد که ایران درباره آزادی فوری ملوانان آمریکایی اطمینان داده و این ملوانان به زودی اجازه خواهند یافت تا به مسیر خود ادامه دهند. در همین حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت که امیدوار است حادثه بازداشت ملوانان آمریکایی درسی برای آن دسته از نمایندگان کنگره آمریکا باشد که به گفته ی وی سنگ اندازی می کنند. حسن فیروزآبادی گفته آن دسته از نمایندگان کنگره آمریکا که هر روز برای ایران مشکل جدیدی طراحی کنند ظاهرا اطلاعات درستی ندارند و با چشم بسته و دور از واقعیتها به ضرر ملت آمریکا اقدام می‌کنند امیدوارم حادثه شمال خلیج فارس که احتمالا آخرین اشتباه نیروهای آمریکایی در منطقه نیست درسی برای سنگاندازان در کنگره آمریکا باشد اکثریت کنگره آمریکا که در اختیار جمهوری خواهان است مخالف توافق هسته وین میان ایران و شش قدرت جهانی بودند اما در نهایت نتوانستند رأی لازم را برای رد توافق هسته‌ای به دست بیاورند محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادها از تأخیر در ارائه لایه بودجه سال 95 به مجلس اعلام کرده این لایه حاضر است اما دولت احتمالا آن را بعد از آغاز اجرای توافق هستهی تقدیم مجلس می کند. آقای نوبخت روز سهشنبه 22 ای دی در نشست خبری در تهران درباره علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت به دلایلی که ظرف چند روز آینده امکانش برای ما از لحاظ سیاسی فراهم می شود که آن را بیان کنیم برنامه و بودجه را تقدیم مجلس محترم نکردیم آقای نوبخت در مورد اینکه آیا دولت با پیشبینی شرایط پس از رفع تحریم ها بودجه را انبساطی تهیه کرده است تأکید کرد فضای بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه بودجه انقبازی نیست سخنگوی دولت همچنین در این زمینه که با توجه به روند نزولی قیمت نفت و پیش بینی فروش هر بشک نفت به قیمت 35 تا 40 دلار در بودجه سال آینده دولت چگونه منابع مالی خود را تأمین خواهد کرد گفت بوجه ریزی ما قلتان است و با مکانیزم تخصیص و بودجریزی منعطف این موضوع را مدیریت می سخنان آقای نوبخت در حال ابراز شده است که چند نماینده مجلس ایران گفتند با تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت مجلس فرصت نخواهد داشت لایحه بودجه را تصویب کند سیزده نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری که روز سهشنبه 22 دی منتشر شده نوشتند که دولت به دلیل تأخیر باید بودجه چند دوازدهم را به صورت تنخواه برای بخشی از سال آینده به همراه لایحه بودجه ارائه کند. احمد توکلی، قلام رزا مصباحی مقدم، قلام رزا تاج گردون، حمید رزا فولادگر و هادی قوامی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در این نامه آمده که دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را تا پایان شهریور سال گذشته و لایحه بودجه سال 1395 را تا 15 آذر امسال به مجلس تقدیم می کرد. به نوشته این نمایندگان با توجه به زمانهای قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس حتی اگر کمیسیونها و صحن علنی مجلس روزی دو شیفت کار کنند دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت محمد باقر نوبخت درباره درخواست نمایندگان برای ارائه بودجه سه دوازدهم گفت بودجه سه دوازدهم ضرورتی ندارد و هر زمانی که دولت لایحه را بدهد نمایندگان مطابق قانون 31 روز فرصت خواهند داشت تا بررسی و به سحن بیاورند در دو سال گذشته دولت حسن روحانی لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس فرستاده بود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تأخیر در ارائه لایحه بودجه باعث شد که مجلس نتواند پیش از پایان سال بودجه سال بعدی را تصویب کند و مجلس به صورت تنخواه بودجه ای را در اختیار دولت قرار داد که تا حد اکثر سه ماه بتواند حقوق کارمندان، یارانه و هزینه های ضروری را پرداخت کند. دولت ترکیه اعلام کرده که عامل حمله انتحاری در انفجار روز سهشنبه 22 دی در میدان سلطان احمد در استانبول یک طبعی سوریه و عضو گروه داعش بوده است دولت ترکیه همچنین اعلام کرد تمامی نه قربانی انفجار اتباع آلمان بودند احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه اندکی پس از وقوع انفجار روز گذشته استانبول یک جلسه اضطراری تشکیل داد که در آن وزیر کشور و مسئولان امنیتی ترکیه شرکت کردند رجب طیب الرغان رئیس جمهور ترکیه نیز در سخنرانی خود در آنکارا گفت انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده و توسط یک طبعی سوری انجام شده است رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن این اقدام تروریستی گفت ترکیه به اولین هدف گروه های فعال تروریستی در منطقه بدل شده است نعمان کرتلموش معاون نخست وزیر ترکیه نیز به خبرنگاران گفت بقایای جسد فرد انتحاری نشان می دهد که وی اهل سوریه و متولد سال 1988 است وزارت خارجه آلمان اندکی پس از وقوع انفجار از جهانگردان آلمانی در استانبول خواست از رفتن به محلات پرتجمع خودداری کنند مانوئل واس نخست وزیر فرانسه در واکنش به این انفجار گفت در مورد احتمال حضور شهروندان فرانسوی در میان قربانیان اطلاعی ندارد اما او از تمامی کشورهایی که هدف حمله تروریسم قرار گرفتند درخواست کرد با هم متحد باشند همزمان نیروهای امنیتی ترکیه سه شهروند روسیه را به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت کردند خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که این بازداشت روز چهارشنبه 23 دی در شهر آنتالیا انجام شده و بازداشت شدگان مزنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند خبرگزاری دوغان هم گفته است از محل زندگی افراد بازداشت شده اسنادی پیدا شده است خبرگزاری روسیه ریانووستی هم گفته است که کنسولگری روسیه در آنکارا بازداشت شهروندان این کشور را تایید کرده و گفته است در حال پیگیری دلایل بازداشت آنهاست در همین حال گزارش شده است که نیروهای امنیتی ترکیه 68 نفر را طی ساعات اخیر در مناطق مختلف این کشور به اتهام ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کردند این بازداشت ها پس از انفجار انتحاری در روز سهشنبه در مرکز شهر استانبول روی میدهد همزمان گزارش ها حاکیست که یک قطار باری ایران به وان ترکیه در نزدیکی شهرستان اپیکیولو از توابع وان مورد حمله قرار گرفته است به گزارش ایرنا از آنکارا و به نقل از خبرگزاری آناتولی نیروهای پیکه که روز گذشته در مسیر حرکت این قطار بمب کار گذاشتند و این بمب به هنگام گذر قطار باری منفجر شد به نوشته آناتولی بر اثر انفجار این بمب علاوه بر این قطار برخی منازل مسکونی نزدیک محل انفجار نیز آسیب دیدند پس از تشدید درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفین مسلح کرد در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه و مورد حمله قرار گرفتن قطار مسافری ایران ترکیه فعالیت این قطار در ماهای گذشته متوقف شده بود در نخستین واکنش به حادثه تروریستی دیروز در استانبول آقای ارغان رئیس جمهور ترکیه ابتدا از دست داشتن یک شهروند سوری در این حادثه گفت همینطور ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت که هدف اول همه گروه های تروریستی موجود در منطقه ترکیه است میدونیم دولت ترکیه از مدتها قبل از سوی برخی کشورها از جمله روسیه متهم به ارتباط و همکاری با داعش شده بود آقای اروان دیروز شاید در واکنش به همه این اتهامات و همینطور حمله انتحاری استانبول گفت که آیا کشوری در دنیا وجود داره که مانند ترکیه تا این حد با داعش مبارزه کرده باشه اما متاسفانه برخی درک این موضوع رو ندارن رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگه پکاکا رو هم به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برد و گفت که ما مشکلی به نام کرد نداریم مشکل اصلی در ترکیه موضوع تروریسم هستش اما اگرچه در چه چند سال گذشته معمولا حوادث تروریستی رخ داده در ترکیه متوجه سه گروه عمده بوده از جمله پکاکا گروه انقلابی چپگرای مخالف دولت ترکیه و این اواخر هم داعش اما مشخصا به نظر میرسه مقامات امنیتی ترکیه در حمله تروریستی دیروز بیشتر توجهشون به سمت گروه داعش هستش. فعلا گروهی مسئولیت حمله دیروز در استانبول رو به عهده نگرفته و بنا به گفته مقامات دولت ترکیه تحقیقات بیشتری در فرمانداری استانبول در حال انجام هستش اما واقعیت اینه بجز گروه جبهه انقلابی خلق که یک گروه تروریستی چپگرای مخالف دولت ترکیه است و در حملات قبلی تروریستی که انجام داده مسئولیت اونها رو سراحتا پذیرفته بود ولی در حادثه تروریستی سروش و آنکارا نه تنها تا کنون گروهی مسئولیت این دو انفجار رو نپذیرفتن حتی دقیقا هم با گذشت چند ماه هنوز دولت ترکیه شواهد بیشتری از مسببان این حملات ارائه نداده و یا افراد خاصی رو در این رابطه به طور مشخص به عنوان عاملان حمله تروریستی معین نکرده حمله تروریستی دیروز در میدان سلطان احمد استانبول از سوی کشورهای مختلف هم واکنش های رو به همراه داشت از جمله سفرهای امریکا و انگلیس در ترکیه این حمله رو محکوم کردن وزارت خارجه ایران هم طی بیانیه ابراز همدردی کرده با دولت ترکیه و چنین اقداماتی رو محکوم کرده از سوی دیگه فدریکو ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یوهانس هان مسئول توسعه اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی در این رابطه صادر کردن و این حمله تروریستی رو محکوم کردن بر روی واقعیت اینه که وقوع این گونه حملات تروریستی صنعت گردشگری ترکیه رو طی یک سال گذشته به شکل محسوسی تحت تاثیر منفی خودش قرار داده و حامل پیام روشنی در این باره به دولت ترکیه هستش. اما دیروز آقای ارغان همزمان که به این حادثه تروریستی واکنش نشان میداد به رویدادهای اخیر منطقه هم اشاره کرد و باز هم به شدت به سیاست های ایران در منطقه تاخت او در این رابطه گفت که ایران منطقه رو به سوی درگیری مذهبی سوق داده و سعی میکنه با تبدیل اختلافات مذهبی به نزاع فتیله یک جنگ جدید و خطرناک رو در منطقه روشن بکنه آقای اروان به تنش میان ایران و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اشاره کرد و گفت که یک تنش عمدی هست از سوی ایران و گفته که این تنش عمدی بخشی از استراتژی ایران در منطقه خاورمیانه است به دنبال اعتراض افکار عمومی آلمان به حملاتی که در جشن شب سال نو در شهر کل روی داد دولت این کشور قوانین مربوط به اخراج خارجیانی که مرتکب خلاف می شوند را تسهیل خواهد کرد. پلیس آلمان میگوید در مجموع 553 شکایت در مورد حملاتی که در آن شب روی داده دریافت کرده است از این تعداد حدود 45 درصد حملات و آزارهای جنسی زنان بوده و اکثر خلافکاران که مرتکب این اعمال شدهاند اتباع خارجی هستند طبق قوانین فعلی آلمان در اکثر موارد وقتی یک پناهجو و متقاضی پناهندگی مرتکب خلاف می شود او را اخراج نمی کنند چون خطری که این افراد در کشور زادگاه خود با آن روبرو هستند ممکن است از دلایل اخراج آنها از آلمان تر تلقی شود. توماس دمایزیره وزیر کشور آلمان روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت بر اساس پیشنویس این طرح موانع مربوط به استرداد و اخراج خارجیانی که مرتکب جرم می شوند کمتر خواهد شد طبق این طرح که باید توسط هیئت دولت و بعد پارلمان آلمان تصویب شود حتی حکم زندان تعلیقی در مورد افرادی که جرم آنها ثابت شود برای اخراج آنها از آلمان کافی خواهد بود این جرائم عبارتند از قتل نفس، ایجاد جراحت، آزار و حملات جنسی، سرقت خشونتامیز و سرقت مکرر از مغازه ها. این طرح جرائم مربوط به جوانان را نیز شامل خواهد شد. به گفته ی وزیر کشور آلمان، حکم زندان طولانی تر از یک سال احتمال استرداد و اخراج را بیشتر خواهد کرد. او افسود این اکسل قاطع ولی منطقی دولت به کسانی است که در کشور ما پناهنده می شوند ولی فکر می کنند می توانند مرتکب هر گونه خلافی شوند بدون اینکه روی حق اقامت آنها در آلمان تاثیر بگذارد. وزیر دادگستری آلمان هم گفته در قوانین مربوط به جرائم جنسی نیز تغییراتی ایجاد خواهد شد تا از قربانیانی که قافلگیر شده و یا فکر میکنند در صورت مقاومت در برابر این آزارها آسیب بیشتری خواهند دید محافظت بهتری صورت بگیرد هایکوماس گفت این موضوع یکی از موارد برجسته است که در حملات شهر کلن شاهد آن بودیم و قربانیان با یک گله مرد مهاجم روبرو میشدند حملات و آزارهای جنسی شب سال نو در شهر کلم تنش در مورد موج گسترده ورود مهاجران و پناهجویان به آلمان را تشدید کرده است. در سال 2015 بیش از یک میلیون پناهجو وارد آلمان شدند. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده فقط فقهای این شورا هستند که اختیار تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را دارند وی که خود از فقهای شورای نگهبان است روز سهشنبه 22 دی در یک نشست مطبوعاتی از کسانی انتقاد کرده است که به گفته او شورای نگهبان را برای تشخیص علمیت کاندیداها تحت مزیقه قرار دادند. رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرده اجازه های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می شود تنها در امور آخوندی است و تاکید کرده است که شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی گیرد. سخنان محمد یزدی در واکنش به مباحث مطرح درباره کاندیداتوری حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و گروهی دیگر از روحانیون منتقد حکومت ایران بیان شده است حسن خمینی کاندیدای این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است اما شورای نگهبان اعلام کرد تمام افرادی که برای نخستین بار در این انتخابات نامزد می شوند باید در امتحانی برای مشخص شدن اجتهادشان شرکت کنند اما آقای خمینی در این امتحان شرکت نکرد همزمان روزنامه های کیهان و جوان در شماره روز سهشنبه 22 دی خود دولت را به دلیل تایید صلاحیت گسترده ی نامزدهای انتخابات مجلس مورد انتقاد قرار دادند کیهان در تیتر یک خود با عنوان تاکتیک انتخاباتی آمریکا نقاب میان روی بر چهره فتنگران نوشته است انتظار ملت ایران آن است که اعضای محترم شورای نگهبان بدون هیچ اغمازی با فتنگران برخورد کرده و فرصت هر سوء استفاده را از این جماعت بگیرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم دولت حسن روحانی و های اجرایی تحت نظر وزارت کشور را به دلیل تایید صلاحیت گسترده نامزدهای دهمین ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد و نکوهش قرار داده و آن را تایید فله‌ای صلاحیت‌ها با عناوین عجیب و غریب توصیف کرده است روزنامه جوان نوشته است از 12123 و و و نفر داوطلب انتخابات مجلس دهم ده 90 درصد توسط هیات‌های های اجرایی تایید صلاحیت شدند و تنها 6 درصد رد صلاحیت شدند و به این ترتیب دولت حسن روحانی در مقایسه با انتخابات ادوار مختلف مجلس از سال 1358 تا کنون رکورددار تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران سپس از قول یک منبع آگاه بدون نام این تایید صلاحیت ها را تایید صلاحیت فلی نامیده و نوشته است در بین برخی تایید صلاحیت شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر تابعیت چندگانه، سخت جنین غیرقانونی، رشوه گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک های ضد انقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محسنه، زنا با بستگان و مهارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آخرین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ایراد کرد وی ای با دفاع از دیپلماسی دولت خود تصریح کرد با تشکیل یک ائتلاف جهانی به همراه تحریم و دیپلماسی اصولی موفق شدیم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشویم وی گفت اکنون که دارم با شما صحبت می ایران برنامه هسته ای خود را به عقب برگردانده است ذخایر اورانیوم خود را به خارج منتقل کرده و جهان مانع بروز یک جنگ دیگر شده است رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از کارنامه خود در طول دوره ریاست جمهوریش گفت اولویت نخستم حفاظت از مردم آمریکا و مبارزه با شبکه های تروریستی است القاعده و داعش تهدید مستقیم علیه مردم ما هستند چرا که در دنیای امروز تعداد انگشت شماری تروریست که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند می توانند فراوانی به بار بیاورند رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه داعش و القاعده می تا خود را نماینده یکی از قدیمی ترین مذاهب جان معرفی کنند گفت ما باید آنها را همان طوری که هستند بنامیم آنها آدمکش و متعصب هستند که می بایست مورد تعقیب قرار گرفته و از بین بروند آقای اوباما تصریح کرد آمریکا اعتلافی از شست کشور برای مبارزه با داعش از جمله قطع سیستم مالی و از بین بردن دیگر منابع این گروه تشکیل داده و تقریبا در یک سال گذشته ده هزار حمله هوایی علیه موازه گروه داعش انجام شده است که در این حملات رهبری میدانهای نفتی اردوگاههای آموزشی و سلاحهای آنها از بین رفته است آقای اوباما با اشاره به آموزش نظامی نیروهای مخالف گروه داعش در عراق و سوریه گفته است که این گروه به تدریج در حال از دست دادن قلمرو تحت تسلط خود در عراق و سوریه است رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به روند مثبت اقتصادی در آمریکا اشاره کرد و گفت اکنون ایالات متحده قوی ترین و پایدارترین اقتصاد جهان را دارد و هر کسی که مدعی است که اقتصاد آمریکا در حال زوال است در عالم تخیلات سیر می کند. چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا در بخش پایانی سخنرانیش به تفصیل درباره لزوم بهبود فضا و مجادلات سیاسی صحبت کرد. وی از رای دهندگان و اعضای کنگره خواست لحن تفرق انگیز عالم سیاست را کنار بگذارند و سیستم را طوری تغییر دهند که منعکس کننده جنبه های بهتر ما باشند رئیس جمهور آمریکا گفت یکی از پشیمانی های دوران ریاست جمهوریش این است که جمهوری خواهان و دموکرات ها بیش از پیش دو دسته شدند وی همچنین به طور غیر مستقیم از دونالد ترامپ پیشتاز رقابت های مقدماتی حزب جمهوری خواه به خاطر اظهاراتش درباره مسلمانان و مهاجران انتقاد کرد آقای اوباما گفت وقتی در عالم سیاست به مسلمان ها توهین می شود وقتی در مساجد خرابکاری می شود یا کودکی زور می شنود این رفتارها باعث امنیت بیشتر ما نمی شود نیکی هیلی فرماندار ایالت کارولینای جنوبی لحظاتی پس از پایان سخنرانی باراک اوباما در یک برنامه زنده تلویزیونی از طرف حزب جمهوری خوا به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد نیکی هیلی گفت باراک اوباما خیلی خوب در مورد همه چیز حرف میزند اما فاصله زیادی بین این حرفها و کارنامهاش وجود دارد وی اضافه کرد پس از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آمریکا فرصت دارد تا در مسیر دیگری حرکت کند دوره ریاست جمهوری آقای اوباما در روزهای آغازین سال 2017 میلادی پایان می‌یابد دادگاهی در کویت دو نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب الله به مرگ محکوم کرد. بر اساس این حکم که روز سه شنبه 22 دی ماه اعلام شد یک عضو دیگر این گروه به زندان ابد و 19 تن دیگر به مجازات بین 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند سه نفر از متهمان تبرعه و یک نفر به جریمه نقدی محکوم شده است به گزارش خبرگزاری فرانسه یک تن از محکوم شدگان به اعدام که طبعه کویت است در جلسه دادگاه حضور داشت اما فرد دومی که ایرانی است در حال فرار است و غیابا به اعدام محکوم شده است دادگاه 25 تن از اتباع کویت و ایران روز 15 سپتامبر گذشته آغاز شده بود و در آغاز این دادگاه اتباع کویتی هر گونه رابطه با ایران و گروه حزب الله لبنان را رد کرده بودند وزارت کشور کویت در تابستان امسال هنگام اعلام دستگیری این افراد آنان را به برنامه ریزی برای حملات تروریستی مزنون شناخته بود. ایران نیز هر گونه رابطه با این گروه را تکذیب کرده بود. دادگاه این گروه از شیعیان در حالی برگزار شده که به دلیل تنشهای دیپلماتیک ناشی از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و آتش زدن سفارت ریاض در تهران، روابط ایران با کشورهای عرب خلیج فارس از جمله عربستان و کویت شدیداً به وخامت گراییده است. روزیتا لطفی سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی بی سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی بی سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق سبا را میگیرد. بنابر اعلام بی بی سی فارسی خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال 2009 در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی نقش داشت. خانم لطفی از روز 25 ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق سبا می شود که پس از بیش از 25 سال فعالیت در بی, بی سی از فعالیت در این سازمان کنارگیری کرده است. خانم لطفی در یادداشتی در سایت بی بی سی فارسی با تاکید بر حضور گسترده بی بی سی فارسی در شبکه های اجتماعی گفت که تلاش برای نوآوری در این زمینه ادامه خواهد یافت. او گفت که قصد دارد ارتباط موثرتری با مخاطبان برقرار کند. روزیتا لطفی فارغ و تحصیل زبان انگلیسی از دانشگاه تهران است و در مدرسه مطالعات شرق شناسی و آفریقای دانشگاه لندن در رشته مطالعات خاور میانه تحصیل کرده است. او در سال 1996 به عنوان تهیه کننده به بخش فارسی پیوست و مسئولیت های مختلفی در بخش های خبری بی, داشته است. آقای سبا در یاد داشتی که به مناسبت کنارگیری از ریاست بخش فارسی بی, بی سی نوشته گفته است پس از حدود هفت سال مدیریت بخش فارسی BBC بی بی و بیش از 25 سال کار در BBC بی بی به عنوان خبرنگار و تحلیلگر تصمیم گرفتم که از این سازمان کنار گیری کنم. ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به وجودش اعتقاد دارم کار آسانی نیست ولی زندگی کوتاه است و چالش های دیگری وجود دارد که میخواهم آنها را دنبال کنم.